میلیشیای مجاهد خلق با انضباط آهنینش، جسارت و سخت کوشی انقلابیش و با فداکاری بیمانندش توی هر خونه و کوچه و بازار راه انقلاب رو باز میکرد. بهار رو از خودش میپرداخت، از جونش مهم میگذاشت. طی قریب به 2.5 سال مبارزه سیاسی و افشاگرانه در مقابل چماق و دشنه و شکنجه و گوله های پاسدارها مقاومت میکرد. برام جالبه که بدونم توی اون فضا حرف خمینی با مجاهدین چی بود، ازشون چی میخواست. خمینی در معدود ملاقاتهایی که با مجاهدین داشت یا از طریق پیامهایی که توسط احمد بچهش برگردش میفرستاد برای مجاهدین، یک حرف صریح و روشن با مجاهدین داشت. خب طبعا این که از مواضعشون کوتاه بیان دیگه، آیا میخواست اونها رو هم جذب خودش کنه؟ حرفش در یک کلمه مجاهدین این بود که مجاهدین او رو در حزب و سرکوبی نیروهای دیگه و نیروهایی که افکار دیگه ای غیر از اون داشتن از جمله غیر مذهبی ها، اون رو همراهی بکنن و با او در این سرکوب شرکت کن. البته خمینی منظور از اسلام خودش بود، ولی گناه اصلی مجاهدین و سرآغاز جدایی صوفیشون از خمینی همین بود که حاضر نشدند به اون برای این همراهی تن بدن.